بولران شروع شده یا این یک دامه و قرار هستش که مارکت ریزش بیشتری رو داشته باشه این موضوعی بود که مایلز در موردش صحبت کرد در اکانت کریپتو بانتر که میریم با هم میبینیم که چقدر این سعود پایدار هست و چقدر میتونه ادامه دار باشه در قسمت دوم ویدیو میریم نگاه میکنیم به پنج تا آلت کوینی که معرفی میکنه و میگه که اگر پامپ بیت کوین رو از دست دادید این 5 تا کوین شرایط خوبی دارن در قسمت سوم که تحلیل هست میریم نگاه میکنیم به صحبت هایی که دن داره و پوزیشنی که مایکل بری داره و صحبتی که میکرد روی مارکت و میگفت شرایط مارکت پی ریزشی هست و چیزی که داریم میبینیم واقعا هم داره اتفاق میفته میریم با هم این مطالب رو میبینیم اگر این محتوا رو میپسندید با من همراه باشید درو در شما وقتتون به خیر با یک خلاصه اخبار روزانه بازار رمزرس های دیگه در خدمتتون هستم بریم ببینیم که امروز تو مدیا راجع به چه چیزهایی صحبت میکردن و مهمترین مطالبی که میتونه به سرمایه گذاری ما یک دیدی بده کمک بکنه رو با هم بررسی بکنه مایلز راجع به این صحبت میکرد که این سعود پایدار هست یا نه و بعد مجموعه علتهایی رو کنار هم میگذاره که بخواد نتیجه گیری بکنه میگه که چیزی که داریم میبینیم توی توییت خودش داره صحبت میکنه اینه که بیت کوین به نسبت باقی دارایی ها دیکاپل شده و جدا شده این نکته رو توی صحبت های دن هم میریم میبینیم و راجع به این مطلب هم میریم صحبت میکنه و نگاه میکنه که چه اتفاقی داره برای طلا و بیت کوین و S&P میفته این چارت رو عرض میکنم خدمتتون و این بحث دیکاپل شدن و جدا شدن رو داره مایلز هم مطرح میکنه از اون طرف داره راجع به اوپن اینترست صحبت میکنه میگه چیزی که ما داریم میبینیم اوپن اینترست شرایطش خیلی بهتر هستش به نسبت های قبلی چه فرقی داره حالا این رفته این پشت معلوم نیست مثل تصویر من که گاهی میاد روی چارت مهم چیزی که الان داریم میبینیم یک همچین حالتی داریم میبینیم اوپن اینترست چه کمکی میکنه میگه وقتی که اوپن اینترست بالا هست این چارت رو داره در واقع صحبت میکنه که با هم ببینیمش میخوام ببینیم بله میگه ببینید الان داریم میبینیم اوپن اینترستی که مثلا فیوچر اوپن اینترست بایننس اینجا پایین تر از سعود های قبله وقتی اوپن اینترست بالا باشه یعنی اینکه که ریتیل اینوستور ها علاقه دارن به اوورلیوریج بودن در بازار و همون باعث میشه که خیلی دام خوبی بشه برای زدن اون بازار اینکه بخوان دارایی ها رو جمع بکنن به این نکته اشاره میکنه و بعد اشاره میکنه به اوپن اینترستی که میگه روی سی داره زیاد میشه حالا اینجا میگه این زیاد شدن روی سی در واقع ما داریم بحث اسمارت مانی رو میبینیم که میگه اینجا زیاد شده و این یک نشانه خوبی هست که داره برای بیت کوین اسپات ETF داره میاد و میتونه این مثبت باشه نکته دیگه که اشاره میکنه کوین بیس پریمیوم ایندکس هستش که میگه ببینید چه اسپایکی به وجود اومده روی این و این نشانه مثبتی هست که این اتفاق افتاده و ما میتونیم باز ببینیم که اسمارت مانی داره وارد بازار میشه اشاره میکنه به پابلیک فاند که 43 میلیون دلار این فلو داشته و داره به نسبت تو داره 10 درصد ایر تو دیت رو مثبت نشون میده که میگه این هم نکته دیگه که میتونیم بگیم که این سعودی که پیش رو داریم پایدارتر هست به نسبت های قبلی و اینها رو توی یک توییت جدا گذاشته میگه سی ام فیوچر والیوم داره دو ساله رو دو ساله حالا بالا رو نشون میده بالاترین حالت رو نشون میده سی ام آپشن حجمش باز داره سه ماه رو بالاترین رو نشون میده اوپن اینترست رو اشاره میکنه و نکات دیگه که اشاره کردم قبلش داره نتیجه میگیره که میگه مارکت توی این حرکت میتونه سعود پایداری رو تجربه کنه میاد بیت کوین رو به لحاظ هر سیکل نگاه میکنه یعنی جایی که مارکت اومده سقف دیده و بعد اومده کف مارکت رو دیده و رفتیم توی سیکل بعدی این رو توی ویدئوی امروز یا دیروز هم در موردش صحبت کردیم و نکته که بیان میکنه میگه ببینید این حرکت رو ما توی سیکل های قبلی هم داشتیم توی این سیکل سبز رنگ سیکل آبی رنگ و الان هم که ما در این سیکل نارنجی هستیم میگه همین جای بازار بوده که مارکت این حرکت روبه بالاش رو شروع کرده و بعد اینجا خودتون دارید میبینید که بعدش چه اتفاقی توی این سیکل آبی رنگی افتاده و توی سیکل سبز هم بعد دوباره اصلاح داشته این رو اگر به شکل سالانه هم نگاه بکنیم و به شکل دوره هایی که بیت کوین توی امسال داشته توی پری هاوینگرش هم بحثی که بنجامین داشته اگر اینجا نگاه بکنیم توی سال 2015 میبینید مارکت همین جاها که رسیده این پامپ رو شروع کرده و بعد یک اصلاحی داشته الان ما توی این حرکت سعودیه هستیم که سال 2023 توی سال 2012 این اصلاح رو یه مقداری داشته قبلش هم اینجاها میبینید اصلاحی داشته و در سال 2019 هم که آروم آروم اصلا دیگه فید شده و از این حرکت سعودی خارج شده نکته که داره بیان میکنه اما مهمه میگه که اگر شما حس از دست دادن دارید فومو دارید و فکر میکنید که بیت کوین رفته و شما به عنوان سرمایه گذار آلت کوین سرتون بیکلاه مونده مثلی که خیلی ها الان این مشکل رو دارن میگه این اصلا چیزی نیستش که شما بخواد نگرانش باشید و فومو بکنید میگه زمانی ما میتونیم نگران باشیم و فومو بکنیم توی این در واقع بازار توی بازار آلت کوین ها و در واقع نگران باشیم اینه که آلت کوین ها حرکت میکردن و نه بیت کوین حرکت میکرد اون موقع میگه یه مقدار شرایط خطرناک بود و مارکت داشتیم میدیدیم که از اون روال طبیعی خودش که داره حرکت میکنه خارج شده پس الان داریم میبینیم این اتفاق افتاده و این فیلینگ فومویی که دارید مثلا حس میکنید مارکت رو کفش رو از دست دادید میگین اصلا چیز خوبیه که این اتفاق افتاده و هنوز روند بازار هنوز شروع نشده و باز حالا میگه که من به عقیده خودم اتفاق خوبی افتاده اگر این سعود سعود پایداری بمونه همین صحبتی که داشته و این حرکت رو ما توی بازار بتونیم پایدار ببینیم میتونیم بگیم که نوبت بعدی نوبت آلکوین ها هستش چیزی که الان داریم میبینیم روی این چارت قبلا هم توی یک ویدئویی صحبت کردم ببینید از اول سال تا الان اگر مثلا قبل از این حرکت رو نگاه بکنیم از اول سال تا الان لایت کوین منفی بوده لینک صرفا 32 درصد رشد داشته کاردانو منفی 1 درصد ریپل 43 درصد و بیت کوین تقریبا یک تاز بوده و 71 درصد اما توی این حرکتی که الان به وجود اومده ببینید حتی رمزارزهای قدیمی بازار مثل لایت کوین همچنان منفیه یعنی یکی اول سال بیت کوین لایت کوین می‌خرید به الان الان بالانسش منفی یک ممیز 8 درصد بوده لینک خب رشدی که داشته 97 درصد رو داره نشون میده کاردانو صرفا 13 درصد حرکت کرده ریپل 63 درصد و بیت کوین هستش که داریم میبینیم یک رشد 3 درصدی رو داشته پس این نکته که داره بیان میکنه اینه که الان همچنان وقت ورود به آلت کوین ها نیستش میگه اما چه کاری باید انجام بدیم میگه اگر اتریوم رو به عنوان لیدر آلت کوین ها در نظر بگیریم و بعد پیر معاملاتی اتر به بیت کوین رو نگاه بکنیم ببینید میگه شرط خوبی رو نداره میگه میتونه این یک دیوییشن بشه یعنی انحراف از این معیارمون مثل همین حالتی که اینجا یک دیوییشن داشتیم و بعد برگشت رو به بالا میگه اگر میخوایم ببینیم که شرایط آلت کوین ها خوب میشه باید این بیاد این بالا کلوز کندل بده و برگرده به سمت ناحیه صفر مایزه صفر هشت چیزی که بنجامین داره بیان میکنه این اتفاق نمیفته و ما انتظار ریزش داریم پس اگر لیدر آلت کوین ها که اتریوم هست چنین شرایط بحرانی رو داره پس نمیتونیم خیلی به آلت کوین ها در حال حاضر دل خوش بکنیم پس توی جنبندی صحبتش میگه به نظر من این روند پامپ و اتفاقی که افتاده پایداره و میتونه پایدار بمونه و شرایط آلت کوین ها هم همچنان ریسکی هستش بریم جلوتر حالا چند تا آلت کوین رو بیان میکنه اما قبل از اون اگر محتوا رو میپسندید برای حمایت از کانال ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید این لایک ها و کامنت های شما هست که به من انرژی میده هر روز اینجا ویدئو داشته باشیم و بازار رو با هم بررسی کنیم اما برای دوستانی که ممکنه اولین بار باشه یا تازه با من آشنا شدن تو این کانال دوستای خوبم به خلاصه اخبار روزانه بازار رمزارزها به خلاصه اتفاقات توییتر و ترجمه مطالب به همین شکلی که اینجا دیدید میپردازم اما این هشداریم هم بدم مطالبی که اینجا ارائه میشه هیچ کدوم سیگنالی مبنی بر خرید، فروش، معامله کردن، سرمایه نیست اینها صرفا نتیجه کنجکاوی های منه و هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال خرید فروش ازش استفاده بفرمایید. پنج تا آلت کوین رو میگه که میگه این پنج تا آماده هستن این البته یک ویدئوی دیگه است که توی اکانت خودش مایلز در واقع با ما به اشتراک گذاشته. که میگه اینها میتونن پامپ خوبی رو داشته باشن. برج اولی که معرفی میکنه دوچ کوین هستش. البته ما روی دوچ کوین دیگه اون انتظارات رشدی که توی سیکل قبلی رو دیدیم رو بچه نمیتونیم داشته باشیم که بخواد اگر اون اتفاق بیفته شرایط دوچ کوین و مارکت کپی که پیدا میکنه به شدت بزرگ میشه شیبا هم به همین شکل تقریبا اپساید مساوی با هم داره پروژه بعدی که معرفی میکنه پروژه STX هست خب با توجه به اینکه رنگ پایین تری داره 49 هستش میتونه اپساید بالاتری رو داشته باشه پروژه بعدی پروژه RLB هست راجع به این پروژه من به غیر از ایشون جایی نشدیدم پس این پروژه رو بهتری که راجبش بیشتر بررسی بکنید پروژه بعدی هم سولانا هستش و انتظار رشد خوبی راجع به سولانا داره سولانا رو بیان میکنه میگه که خب من یک بلیور سولانا هستم زمانی که اتفاقاتی که واسش افتاد و ریزش سنگینی داشت من ترجیح دادم که روی این پروژه ورود بکنم و در واقع آینده خوبی رو هم براش میبینه پروژه بعدی پروژه آربيترومه. یه نکته کنکوری داره گفتم ویدیوهایی که اولش می نویسم نکته کنکوری مهم این ویدیو یه نکته مهمی هم توش داره این رو اینجا بیان میکنه راجع پروژه آربیتروم حرف میزنه و میگه این پروژه هم پروژه خوبیه اما حواستون باشه که به لحاظ تورمی بچا پروژه آربیتروم تورم زیادی داره خیلی دقیق با هم رفتیم بررسی کردیم اما یک راه حل لایه دویی خیلی معروف شده الان توی بازار اما نکتهش چیه میگه من بخشی از سبدم رو به کوین های جدید اختصاص میدم همون صحبتی بود که گای هم داشت و میگفت من پروژه هایی رو میخرم در نمیگفت رو میخرم میگفت پروژه هایی رو بخرید که اونایی که جدید میان تو بازار میخوان برن روشون سرمایه گذاری بکنن درسته این هم همینو داره میگه مطمئن به یک زبان دیگه خیلی کامل اینجا جا افتاد مطلب چی میگه میگه پروژه آربیتروم رو من توی سبدم قرار میدم و پروژه های جدید مثل سویی و اپتوس و اینا دلیلش چیه میگه وقتی که این پروژه حرکت میکنه قیمتش میره رو به بالا چیزی که ما میبینیم روی پروژه های قدیمی مثلا مثل سولانا کاردانو میگه خیلی ها از قدیم خریدن مثلا کارد... مثلا سولانا رو الفرض میگه روی دلار خریده حالا رو ضرره یه وقتی که به اونجا میرسه اونا میفروشن و این میشه فشار فروش و مارکت اصلاح میکنه اما روی پروژه های جدید میگه اصلا مشتری وجود نداشته از قبل و این سیکل اولی هست که میخوان تجربه بکنن و همین باعث میشه که فشار فروش کمتری رو بخوان تحمل بکنن پس جا داره که این رو بخوایم سبدمون رو یه بازنگری بکنیم ببینیم آیا ارزش داره که از پروژه های جدید مثل اپتوس و سوی و آربیتروم و اینها هم قرار بدیم که این نکته رو هم در نظر داشته باشیم در موردش اما یکم تا سوم نوامبر توی آمستردام کنفرانس میت ای ام اس هست و قرار هستش که راجب ارزم بزرگ شما صنعت گیمینگ و ویرچوال ریالیتی و ای آی و اینها صحبت کنن توی این کنفرانس هم هستم و میرم اینجا سر میکنم یه مثل کنفرانس بیت کوین آمستردام اونجا هم مطالب و اتفاقات رو توی اینستاگرام باهاتون به با اشتراک بگذارم پس اگر توی اینستاگرام هم دنبال بکنید این مطالب رو میبینید اما اگر توی این کنفرانس هستید خوشحال میشم که شما رو هم ببینم خب بریم سراغ کریپتو رو و تحلیلش چیزی که داره بیان میکنه تو قسمت اول نگاه بکنیم اینه که مایکل بری داره میگه که S&P 10 درصد از هایی که توی این نقطه داشته اومده پایین و داریم میبینیم که یه مارکت is officially in a correction territory مایکل بری کسی هستش که اگر فیلم دبیک شورت رو ببینید اونجا اون شخصیت رو بر اساس مایکل بری نوشته شده و انتظار بچه ها ریزش خیلی زیادی توی بازار داره خب چارت رو اگر به این شکل نگاه بکنیم داریم میبینیم که واقعا این اتفاق داره میافته. اما بریم چارت رو مقداری جمعش بکنیم ببینیم اتفاقی که افتاد اینه که نتونست بیاد یک سخفی بالاتر از این سقف بزنه و بعد مارکت روند ریزشیش رو شروع کرده توی ویدیویی که امروز صبح باتون با به اشتراک گذاشتم شکایت سناتور امریکایی از بایننس و تتر اونجا نکته که گای هم داره بیان میکنه همینه آیا واقعا بیت کوین دیکاپل شده جدا شده همین صحبتی مایلز داشت همین صحبتی که الان میریم توی تحلیل دن هم میبینیم جلوتر آیا واقعا دیکاپل شده و داریم میبینیم که این جدا شدن و حرکت رو به بالای بیت کوین نشانه خوبیه یا دارن مارکت رو میکشن رو به بالا چه اتفاقی داره میافته اما اینجا طلا رو هم میبینیم که همین رفتار رو داشته و این فقط بیت کوین نیستش که این حرکت رو به بالا رو داشته و این واگرایی که ما داریم به نسبت در واقع اس پی داریم میبینیم طلا و بیت کوین در واقع طلا و بیت کوین طلای دیجیتال داریم میبینیم این حرکت سعودی رو دارن و چیزی که خود در واقع دن هم بیان میکنه میگه ما داریم یک دایورجنس میبینیم یه میگه the bigger دایورجنس باره یک واگرایی بزرگ رو روی مارکت میبینیم که اگر این اتفاق بیفته میتواند یک مقداری خطرناک و ریسکی باشه اما بیت کوین در تایم فریم روزانه داریم میبینیم بعد از اینکه بیت کوین توی این نواحی نتونست تثبیت بده داره کم کم اصلاحی ظاهر میشه این خط روند رو اگر روی حالت لگاریتمی بکشیم دقیقاً این خط هست که به کشیده بود و گفت مارکت بهش ریاکشن نشون میده و میبینیم که تو همین ناحیه داره این ریاکشن ها رو بهش نشون میدن و حالت خطی بذاریم این رو نمیبینیم و مارکت مقداری اصلاحیه امروز جمعه است خب یک گپ سی امی اینجا میتونه به وجود بیاد ما الان دو تا گپ سی امی توی این نواحی داریم و این خودش یکی از ریسک های بازار هست که دن هم بهش اشاره میکنه اما دن داره این رو بیان میکنه که میگه بیت کوین میتواند برگردد روی این ناحیه سی هزار تا و میگه من خودم اینجا پوزیشن لانگ باز میکنم و لانگ مارکت رو میگیرم و حرکت رو به بالا این هم ناحیه های حمایتی مقاومتی که دن مد نظر داره چیزی که اینجا میشه بچا دید اینه که دن کمتر از 24000 تا رو دیگه تو مارکت نمیبینه و ناحیه اولی که داره میبینه 31700 تا مقاومت اولی که میبینه 36500 تا و بعد از اون هستش که حالا میره سمت این تارگت ها توی بازار اما به لحاظ نقدینگی و لیکویدیتی میگه که یک چیزی که منو نگران میکنه بحث نقدینگی هستش که میگه توی این ناحیه ما قرار داریم کجا قرار داریم؟ یک جایی اینجا حدود نواهی میگه 29 هزار تا ما این 700 میلیون دلار میگه که اونجا نقدینگی نشسته پس دن هم با اینکه سعودی هست ناحیه 29000 تا رو داره به عنوان نقدینگی در بازار میبینه که میگه میتونه به اون ناحیه در واقع مارکت ورود بکنه و میتونه یه مقداری شرایط رو متغیر بکنه اما نگاه بکنیم به وضعیت کیف پول های هزار بیت کوینی که میبینیم نسبت به روز قبل حرکت سعودی داشتن مقداری توی بازار خرید کردن ولی کیف پول های 100 بیت کوینی تیک پروفیت کردن و از مارکت یه مقداری خارج شدن شاخص ترس و طمع همچنان در منطقه طمع هستیم و عدد هفتاد رو داره به ما نشون میده ممنون از اینکه توی ویدیو با من همراه بودید امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه اگر محتوا رو میپسندید ممنون میشم برای حمایت از کانال حتما ویدیو رو لایک بکنید کامنت بذارید و مطالب رو با دوستان دیگرتون هم به اشتراک بگذارید تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم